د ټکنالوژي له نړۍ څخه څو په زړه پورې مطلبونه، د اونۍ مهمې پیښې او پر ټولنیزو رسنیو لنډ نظر، دا ټول په دې کاروان کې کتلی شئ. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. سلام، داود صدیقی هستم و شما کاروان تماشا میکنیم. برنامه را با گزارشی از امریکا آغاز میکنیم. شرکت های موترسازی در حال حاضر سخت مصروف تکنولوژی موترهای بدون راننده هستند، در حالی که در بخش دیگر این صنعت، یعنی ساختن موتر توسط چاپگرهای سی‌بعدی، نیز پیشرفت های به میان آمده است. ساختن بدنه موترها توسط چاپگرهای سی‌بعدی ارزان و سبک است و نسبت به موترهای عادی محیط را کمتر با کاربن آلوده می‌کند. در رابطه توجه کنین به این گزارش. امروزه موترها این گونه ساخته می شود، روشی که مقدار زیاد انرژی و نیروی انسانی نیاز دارد، اما علاقمندان می گویند که به زودی ساختن موتر به طور گسترده به این شکل آغاز خواهد شد. شما با فایل دیجیتالی که در چاپگر جابجا کرده اید آغاز می کنید و چاپگر شکل ابتدایی موتر را چاپ می کند. به طور مثال این نمونه که سراتی نام دارد، شرکت لوکال موترز در اریزونا آن را از دانه های کوچک پلاستیکی ساخته که توسط کاربن فایبر ذوب شده با فشار در چند لایه تشکیل شده است. این روند تا هنوز بتی می باشد، اما ارزان است و نیروی انسانی کمتر نیاز دارد و در ضمن نسبت به شیوه های معمولی محیط را کمتر با کاربن آلوده می کند. بدنه موتر سپورتی این شرکت که بلید نام دارد از پرزجات فلزی ساخته شده که توسط چاپگر سه‌بعدی چاپگر دیده و با وصل کردن میله های کاربن تقویت شده می توان آن را در ظرف چند دقیقه بسته بندی کرد. 3D printing of metal radically changes that. چاپ کردن سه‌بعدی فلز تغییر اساسی را ایجاد می کند. چاپ کردن سه‌بعدی نه تنها در بخش ساختار عمومی، بلکه در بخش ساختن پرزجات که با هم وصل می شود، همه چیز را تغییر می دهد. با علاوه کردن ماشین های برقی و گازی در موترهای ساخته شده در چاپگرهای سه‌بعدی، بیشتر از آلودگی کاربن در محیط جلوگیری صورت می‌گیرد و همچنان وزن این موترها کمتر است. شاسی های تولید شده در چاپگرهای سی‌بعدی 46 کیلوگرم وزن دارد و مقاومت و مسئولیت آن مشابه با شاسی های ساخته شده از فولاد است. نخستین نمونه ها اکثرا به شکل موترهای سپورتی طراحی شده اند. ما بیشتر به زیبایی این موتر توجه کردیم، چرا که بسیار مهم است تا توجه مردم را جلب کنیم، به ویژه وقتی ما در مورد تکنولوژی صحبت می کنیم که تغییر اساسی را ایجاد می کند. شماره از موترهای تولید شده توسط چاپگرهای سه‌بعدی مانند این شلبی کوبرا خاص برای آزمایش ساخته شده است. طراحان دیگر می گویند که تولید گسترده موترهایشان سال آینده آغاز خواهد شد. آنها انتظار دارند که آهسته آهسته با آشنایی مردم با قابلیت‌های بدنه‌های پلاستیکی و ماشین‌های پیشرفته این موترها، فروش آن بیشتر خواهد شد. د تکنولوژی شرکتونه د موبایل تلفن لپاره د اپلیکیشنونو د جوړولو په حال کې دي، او د غوښتنې پر اساس د بیلابیلو خدماتو لپاره ځانګړي اپلیکیشنونه جوړوي. د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د هغو شرکتونو شمېر زیات دی چې د تلیفون د اپلیکیشن لارې خدمتونه وړاندې کوي. په دې اړه در پورې وګورئ. ساموئل ډیویس په یو هنري نندارتون کې د برخه اخیستو لپاره لاس انجلس ته راغلی و. کله چې دای د سټیج پر سر نه وي، نو په خپل پیک اپ یا ډاټسن موټر کې وي. زه په واقعیت کې غواړم چې په کومیډي برخه کې او نورو برخو کې خپل اکټنګ قوي کړم. کله چې اکټنګ نه کوم، نو غواړم په خپل فارغ وخت کې یو څه اضافي پیسې وګټم. اضافي پیسې د باډي ټراک په نامه یو کاروبار څخه د ډریوري له لارې ترلاسه کوي. باډي ټراک د موبایل یو اپلیکیشن دی چې کاروونکی له یو سیمه ییز ډریور یا باډي سره نښلوي چې یو پیک اپ یا ډاټسن موټر لري او کله چې د چا په کار وي غواړي. موږ تر دې دمه په کال کې له 0% زیات وده کړې، 2000% له هغه وخت راهیسې چې موږ کار پیل کړی. موږ ډېر خوشحاله یو.
باډي ټراک د موبایل ټلیفونونو لارې د غوښتنې پر اساس د زیاتو وړاندې کوونکو خدماتو له جملې څخه یو دی. په دغو خدماتو کې د مسافرو د انتقال او کورونو ته د ډوډۍ د وروړلو او مساج خدمات هم شامل دي. په 2013 کال کې د دغو خدماتو په پیل سره د مساج خدمات له 1200 میاشتو څخه په کمه موده کې 13 ښارونو ته وغځېدل. زه فکر کوم دا ډول خدمات مشتریانو ته په وخت د خدمت د وړاندې کولو په وړتیا پورې تړلی دي، او دا چې مشتری مو خوښ شي. اوبر تر ډېره بریده دغه کار کړی او اوس په یو نوي نورم بدل شوی. تاسو یوازې یوه تڼۍ زور کوئ او د پیسو غم مو خوړل کیږي، د ترانسپورټیشن غم مو خوړل کیږي، کمال اسوي ترسره کیږي، او له هغه وروسته په یو ساعت کې آن له یو ساعت څخه په کمه موده کې هر څه چې غواړئ ترلاسه کوئ. د ټکنالوژي د چارو کارپو تھیری کرامر وای خلک د نړۍ په سطحه اوس د بل هر وخت په پرتلې ډیر شمیر هوښیار ټلیفونونه لري. موږ د اپلیکیشنونو له لارې د غوښتنې پر اساس د وړاندې کوونکو خدماتو د ودې په اوج کې یو. هغه وایي د خدماتو لپاره د خلکو لخوا د معلوماتو شریکولو او د موبایل ټلیفونونو له لارې نوې ټکنالوژۍ د غوښتنې پر اساس وړاندې کیدونکي خدمات ممکن کړي. که څه هم دغه صنعت اوس په خپلو لومړیو پړاوونو کې دی، کرامر وایي د غوښتنې پر اساس د خدماتو د وړاندې کولو اپلیکیشنونو په دودیز ډول د خدماتو وړاندې کوونکو کسانو کاروبار له اخلال سره مخامخ کړی. هغه له دغه وضعیت څخه د دوه ممکنه نتیجو وړاندوینه کوي. اوله نتیجه یې دا ده چې دغه ډول وړاندې کوونکي خدمات په دودیز ډول د خدماتو د وړاندې کولو له ډول سره یو ځای کړو. دوهمه نتیجه یې په دودیز ډول د خدماتو د وړاندې کولو په ټپه درېدل دي. متشابسین وایي د موبایل هغه اپلیکیشنونه چې د غوښتنې پر اساس خدمات وړاندې کوي، په راتلونکي کې به مشتریانو ته په نورو برخو کې هم د خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړي، او په دې توګه به خلکو ته نور وخت هم ورکړي چې غواړي هغه وکړي. در سال 2010 میلادی اداره فضایی امریکا ناسا یک سفینه را به فضا فرستاد تا فعالیت های آفتاب را مشاهده کرده و اطلاعات را در مورد طوفان های خشن و احتمالا هم مضر آفتاب که به نام طوفان های الکترومغناطیسی یاد می شود فراهم کند. یک گروه کوچک از هنرمندان توانستند اطلاعات ثبت شده توسط سفینه متذکره را به ویدیوهای دیدنی تبدیل کنند که حالا در مرکز فضایی گادرد ناسا در نزدیکی واشنگتن به نمایش گذاشته شده است. شرح بیشتر در این گزارش. با یک جا کردن ساینس و هنر، پرودوسران ارشد جینا دوبرستاین و سکات وسینگر این ویدیوی پرهیجان را که نامش را سولاریم گذاشتند تولید کردند. این ویدیو ادیت شده تا شما هرگز نتوانسته باشید ببینید که آفتاب چقدر بزرگ است. خود را در لایه‌های طلایی و آتشفشان‌های آتشینان می‌بازید. سفینه مشاهده نیروی شمس ناسا در حقیقت آفتاب را در نور بنفشه تیره مشاهده می‌کند. این سفینه در هر 12 ثانیه یک تصویر با کیفیت عالی می‌گیرد. ساینسدانان این تصاویر را برای مطالعه کردن آفتاب استفاده می کنند، ولی پرودوسران دریافتند که این تصاویر کیفیت هنری هم دارند. ما قدرت تصویر این اطلاعات را گرفتیم و مثل هنر با آن برخورد کردیم. اطراف آن را کوتاه کردیم، رنگ آن را تغییر داده، تصاویر آن را تنظیم کرده تا شما به صورت کامل در اتمسفر آفتاب محو شوید. از آنجایی که ویدیو 3 تصویر را در یک ثانیه پخش می کند، بنان به مقدار زیاد اطلاعات نیاز دارد. به همین منظور تبدیل کردن آن به این تصویر پرهیجان کار سختی بود. ولی نخست پرودوسران کوشش کردند که این نظرشان را بالای ساینسدانان بفروشند. مدتی را گرفت تا مردم بدانند که ما سعی می کردیم کدام کار را انجام دهیم و تحرک را آغاز کنیم تا این کار صورت گیرد. محققین در پوانتون پرینستن با آنها در تهیه صدا که آن هم از اطلاعات جمع شده در مورد زلزله شناسی آفتاب تهیه گردیده کمک کردند. نمایش سولاریم در ماه فوریه در مرکز فضایی گادرد ناسا افتتاح شد و از آن زمان بدین سو تنها در این مرکز بلکه سایر مراکز ساینسی و موزیم ها علاقمندان را به خود جلب می کند. تولید کنندگان آن امیدوار هستند که سولاریم توجه کسان را که ساحات عمومی مثل میدان های هوایی و دهلیزهای شفاخانه ها را دیزاین می کنند نیز جلب خواهد کرد. کاروان به نظریات شما عرض می گذارد. به همین منظور در شبکه های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، وب او ایمیل بلاری لمک سرفه هر زی او هر وقت که اریکه نیوله شوید.
کاروان ساز وړاندیزونه او نیوکې په فهم کې نیسي. اوس به پر هغو پیښو او خبرونو نظر واچوو چې دا اونۍ یې په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو خلکو پاملرنه ځانته اړولې وه. د افغانستان په کچه دا اونۍ په کابل کې له څو پرله پسې خونړیو ځانمرګو بریدونو وروسته د ولسمشر غني خبرې ناستې او د ګاونډي هېواد پاکستان په اړه یې توند غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې د اکثرو افغانانو له تود هرکلي سره مخ شو. ډېرو کسانو د خپل فیسبوک او ټویټر پر پاڼو لیکلي دي چې هیله ده د افغانستان حکومت همدا دریز غوره کړي او نور د افغان وژنې په وړاندې جدي او عملي غبرګون وکړي. تر څنګ یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېرو افغانانو د پاکستاني محصولاتو د نه اخیستلو کمپاینونه پیل کړي دي او وایي چې پاکستاني محصولات مه اخلي او پر ځای یې وطني او یا هم د نورو هیوادونو محصولات واخلي. خو ځینو کسانو بیا ویل چې د افغانستان حالات ته په کتو دا ناشونې ده چې د پاکستاني محصولاتو له اخیستلو ډډه وکړو، نو د دې پر ځای د پاکستاني فکر، فرهنګ او سیاسي پلوي مخه ونیسي او په ځانګړې توګه افغانستان ته د پاکستان د اصلي صادراتو یعنې طالب مخه ونیسي. همدارنګه یو شمېر کسانو حتی پاکستاني کلدارو ته اور اچولی او انځورونه یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي دي. د تر څنګ وروسته له دغو غبرګونونو پاکستان د افغانستان محصلینو لپاره خپل ټول بورسونه تر ناڅرګنده مودې وځنډول. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې دغه پریکړه د وروستیو پرمختګونو او امنیتي حالاتو له کبله نیول شوې ده. دا خبر هم په پراخه توګه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. همدارنګه دا اونۍ د جنرال دوستم او زامنو انځورونه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال اخیستي وو ډیره پاملرنه ځانته اړولې ده. یو شمېر کسانو د دوستم او د زامنو حضور یې د جګړې په لومړیو کرښو کې ستایه او ویلې چې دا یوازینی افغان چارواکی دی چې له خپلو زامنو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي او دا کار د ملي پوځ د سرتیرو د مورال په لوړوالي کې مثبت اثر لري. خو یو شمېر نورو بیا ویل چې جګړه د افغانستان په شمال کې نه بلکې په ځینو نورو سیمو کې په پراخه توګه روانه ده او د افغانستان لومړی مرستیال په شمال کې جنګیږي. همدارنګه بل تود خبر چې د نورو رسنیو تر څنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ډېرو افغانانو پاملرنه یې ځانته اړولې وه. په افغانستان کې د داعش ډلې یو ویډیو وه چې پکې په ډېر بېرحمۍ یو ډله کسان یو ځای د بم په چولو وژل کېږي. د دغې ویډیو په هکله خلکو سخت غبرګون ښودلی او دا کار یې غیر انساني او غیر اسلامي بللی. په زړه پورې دا ده چې طالبانو هم د دغې ویډیو په وړاندې غبرګون ښودلی او دا عمل یې غندلی دی. همدارنګه دا اونۍ د حامد مقتدر په نامه یو افغان شاعر په مزار شریف کې ځان وژنه وکړه. هغه له ځان وژنې څخه څو شېبې مخکې د خپل د فیسبوک پر پاڼې یو پیغام لیکلی او له خپلې کورنۍ او دوستانو څخه یې بښنه غوښتې ده. خو دا چې ولې د ځان وژنې تصمیم نیولی په روښانه توګه یې څه نه دي ویلي. دا خبر هم په پراخه توګه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. په نړیواله کچه په دوبی کې د یوې نجلۍ د ډوبېدو خبر هم په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شو. د ځینو رسنیو د رپورټونو له مخې ویل کېږي چې د ډوبې شوې نجلۍ پلار نامحرمه کسانو ته اجازه نه وه ورکړې چې لور یې له مرګ څخه وژغوري. نو همدې لپاره په نړیواله کچه خلکو د دغې پیښې په وړاندې غبرګون ښودلی. او بله خوا دا اونۍ د ټکنالوژۍ لوی شرکت ګوګل اعلان وکړ چې له دې نه وروسته به ګوګل د الفابت تر نامه لاندې د یو لوی شرکت برخه وي. د ځینو رپورټونو له مخې دا بدلون د دغه شرکت د لا نورې پراختیا په موخه رامنځته شوی او همدارنګه د دغه امریکایي شرکت د ګوګل د برخې نوی رئیس چې ساندر پیچای نومېږي او یو هندوستاني دی هم د خلکو پاملرنه ځانته اړولې وه. خلکو تبصرې کولې چې دا د ټکنالوژۍ په برخه کې د هندوستانیانو د زیار او هڅو څرګندونه کوي. او په اخر کې د یادونې وړ ده چې تاسو کولی شئ د کاروان د خپرونو او نورو په زړه پورو مطلبونو د کتلو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه وګورئ. مننه. با حال نظری میاندازیم بر شماری از رویدادهای مهم هفته در افغانستان و جهان. بر روز یکشنبه این هفته نهادهای امنیتی افغانستان تصاویر را به نشر سپردند که گفته می شود موتر حامل مواد انفجاری و همچنان چگونگی انفجار در ساحه را نشان می دهد. این ویدیو که رادیو آزادی به اختیار تلویزیون آشنا گذاشته ذریعه کمره های امنیتی ثبت گردیده و جریان قبل از انفجار را نشان می دهد.
انفجار حوالی ساعت یک شب جمعه هفته گذشته در ساحه شاشه رخ داد که سبب کشته شدن 15 فرد ملکی و زخمی شدن 400 تن دیگر گردید. در رویداد امنیتی دیگر این هفته، طالبان مسئولیت حمله انتحاری را که بروز دوشنبه در نزدیکی دروازه ورودی میدان هوایی کابل رخ داد به عهده گرفتند. در یک انکشاف دیگر، ریاست امنیت ملی افغانستان بروز چهارشنبه این هفته اعلام داشت که در عقب واقعات اخیر انفجار در شاه شهید و سایر نقاط کابل، حلقات خاص نظامی پاکستان دست داشت. حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست امنیت ملی به خبرنگاران گفت که مواد انفجاری به کار رفته در حملات اخیر در کابل تنها در اختیار دولت‌ها و یا ارگان‌های نظامی دولت‌ها قرار دارد. بروز دوشنبه این هفته، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی سخنرانی در ارگ گفت که پس از این از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره بنشاند، بلکه میخواهد که پاکستان جلوی بغاوت در برابر دولت افغانستان را گرفته و دهشت افغانان را پناه ندهد. آقای غنی افزود وقت آن رسیده که ابتکار گفتگوهای صلح را در دست گیرد و تا زمانی که افغانستان راه‌های صلح را ارائه نکند گفتگوها با طالبان آغاز نخواهد شد. به گفته رئیس جمهور غنی، طی 10 ماه گذشته اراده و ظرفیت‌های خود را در زمینه گفتگوهای صلح نشان داده است، اما پاکستان در پاسخ پیام جنگ را به افغانستان ارسال کرده است. به روز چهارشنبه این هفته، طالبان ویدیوی اخیر را که سوی دولت اسلامی در افغانستان به نشر رسیده تقبیح کردند. در اعلامیه‌ای که طالبان به همین منظور نشر کردند، ویدیوی کشتار 10 تن از سوی داعش در ولایت ننگرهار دلخراش توصیف شده و آمده است که آنان به مسئولین مربوطه‌شان در منطقه هدایت دادند تا عاملین این واقعات را پیدا کرده و آنان را طبق شریعت مجازات کنند. اعلامیه می افزاید که افراد منصوب به داعش چند تن از سالمندان و بزرگان قومی را با قساوت و وحشت زیاد شهید کردند. طالبان این عمل را غیر اسلامی خوانده و افزودند که این چنین کارکردها و اعمال وحشیانه مشابه به آن از سوی چند انسان به علم و به مهار به نام اسلام در منطقه صورت می گیرد. قابل یادآوری است که طالبان و افرادی که خود را از گروه دولت اسلامی می‌خوانند از چندی به این سو در شمار از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار با هم چندین برخورد مسلحانه هم داشتند. در اخبار جهان، به روز دوشنبه این هفته، قنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر استانبول ترکیه مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که حمله کنندگان 2 تن، یک مرد و یک زن بود که پس از فایرهای متقابل پلیس از محل فرار کردند. اما سپس گفته شد که پلیس توانست مهاجم زن را که زخمی شده بود دستگیر کند. خشونت ها در ترکیه پس از آن تشدید یافته است که آن کشور چند هفته قبل تهاجمات را بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش، جدایی طلبان کرد و افرادگرایان چپی آغاز کرد. به روز یکشنبه این هفته، از 70 سالگرد دومین و آخرین بمباردمان اتمی توسط نیروهای ایالات متحده در ژاپن یاد بود به عمل آمد. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن و اشتراک کنندگان دیگر در شهر ساحلی ناگاساکی با 1 دقیقه سکوت و گذاشتن اکلیل گل از این حمله یادآوری نمودند. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط 1 کلیک فاصله خواهید داشت. د امریکا د متحده ایالاتو د کانساس ایالت د کانکوردیا په خرګوټي کې یو بډای کس د توغندیو په یو زاړه زیرمتون کې تر ځمکې لاندې داسې ځایونه جوړ کړي چې د اټومي بمونو، د چاودنو، د تروریستي بریدونو او د رادیواکتیف او لمر د مضرو وړانګو د خپرېدو په صورت کې ورڅخه د پټنځای په توګه ګټه اخیستل کېدای شي. خو د اوس لپاره خلک له دغه ګران او ناشنا ځای څخه د رخصتیو په وخت کې لیدنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د کنساس دیالت د شمال په اطرافي سیمه کې په وسلو سمبال ساتونکي زغروال موټر د لوړ کیفیت لرونکي کمرې او د سنایپر یا نښه ویشتونکو برجونه د کوم پوځي مرکز نښې نه دي.
د غزا یو وخت د اطلس په نامه د قارویشتونکو بالستیک میزایلو یا توغندیو سیلو یا زیرمتون و چې د سړه جنگ پر مهال د متحده ایالاتو د دفاعي سیستم برخه بلل کېده. خو لری هال چې بډایه شخص دی دغه سیلو وروسته له هغه چې په 1915 کال کې پاوز تخلیه کړه واخیسته او په داخل کې د عصري او مجهز ژوند لپاره اسانتیاوې جوړې کړې. دا ځای د اطلس اف توغندیو پخوانی زیرمتون ده. د وړتیا له اړخه ډیر حیرانوونکې ده او د دې ډول جوړښتونو جوړول چې موږ پیل کړي 140 میلیونه ډالر لګښت غواړي. تر ځمکې لاندې 14 پوړیز اپارتمانونه جوړ شوي، لفت د لمبا د 25 متره اوږد هاوز یا ډنډ، مجهزه سینما او داسې یو دیوال چې تیږې پکې نښلول شوي دي لري. همدارنګه د اوبو او برق د تعمین لپاره پوره سنجول شوي سرچینې لري. که چیرې عمومي برېښنا یا برق لاړ شي، موږ دوه ډوله جنراتورونه لرو چې له هغو ګټه اخلو. همدارنګه خپل بادي توربین لرو او د بتریو یوه ذخیره لرو. دا 14 پوړیزې ودانۍ داسې ډیزاین شوي چې خلک وکولی سي پکې د 50 کلونو لپاره له بهر سره د هر ډول تماس پرته ژوند وکړي. یو مکمل پوړ د پروسس شوو خوراکي توکو د ساتنې لپاره ځانګړی شوی. د کبانو د ساتنې ځایونه او مصنوعي کروندې ورته تازه سابه او کبان برابروي. الکترونیکی کړکۍ چې د هر یوې بیې 15,000 ډالره ده، تر ځمکې لاندې د ډیر وخت پاتې کیدو له امله د رامنځته شوي خپګان په کمولو کې مرسته کوي. که تاسو پسرلی، اوړی، ژمی او منی د نیویارک په ښار کې غواړئ، کولی شئ چې د نیویارک په ښار کې ژوند وکړئ. او که غواړئ په سان فرانسیسکو او یا بل هر ځای کې اوسئ، موږ د رید ون له کمرو څخه په اچ دی فارمت کې استفاده کوو او 40 ثبت کوو. د یوه یو اتاق اپارتمان بیه چې 100 متره مربع یا له هغه څخه زیات وي له 3 میلیون ډالرو څخه پیل کیږي. د یوه کوچني یو اتاق اپارتمان بیه 1.5 میلیون ډالره کیږي. دغه اپارتمانونه یوازې په نغدو پیسو پلورل کیږي او ټولې پیسې یو ځل اخیستل کیږي. ډیری اوسیدونکي له دغه ځای څخه د رخصتۍ د وخت د کور په توګه ګټه اخلي. لیتن او لوک دلته د اوړي رخصتۍ تیروي. زه یو ډیر خاص شانت احساس لرم، ځکه څوک نشي کولی تر ځمکې لاندې د دې ډول ځای کې وي او هلته داسې دیوال وي چې تیږې ولري او دوی پکې پورته شي. زه کله کله داسې احساس کوم چې تر ځمکې لاندې نه یم، فکر کوم چې په یو عادي کور کې یم. د دغې پروژې په لومړي پړاو کې جوړ شوي کورونه ټول خرڅ شوي. دوهمه پروژه یې تر کار لاندې ده او نیمایي جوړ شوي کورونه یې له وخته خرڅ شوي. یک شنبه این هفته مصادف بود با سالگرد کشته شدن مایکل براون، جوان امریکایی سیاه‌پوستی که توسط یک پلیس سفیدپوست سال گذشته به قتل رسید. مرگ او و شمار دیگری از حادثات مشابه در جریان سال گذشته از برخورد خشن و گاهی هم مرگبار پلیس با افراد ملکی در سراسر امریکا پرده برداشت. حال نیروهای امنیتی از ایجاد تصویر نادرست و حس بی‌اعتمادی میان مردم نسبت به پلیس نگرانند و به همین منظور در ایالت مریلند برنامه را به راه انداختند تا کودکان از آموزشگاه پلیس دیدن کنند. در رابطه توجه کنین به این گزارش. این نوجوانان می آموزند که یک پلیس یا به گفته امریکایی ها کاپ چه کارهای انجام می دهد. آنها به این آموزشگاه پلیس آمدند که ویژه کودکان است. این برنامه توسط افسران با تجربه پلیس رهبری می شود و آنها شماری از وظایف خود را به کودکان معرفی می کنند. امروز کودکان می آموزند که چگونه می توان یک پلیس موتورسیکل سوار بود. افسر پلیس لکیشا رابینسون برنامه یک هفته ای را تنظیم می کند. کاپس کمپ در سال 1998 توسط یک گروه از پلیس اسب سوار آغاز شد که می‌خواستند مردم و همچنان جوانان را در یک فضای مثبت و قابل اعتماد گرد هم آورند. شمار زیادی از کودکان که در یک ساحه زندگی می‌کنند تنها بخش منفی قضیه را می‌بینند. آنها در همسایگی خود پلیس را می‌بینند که به دلیل کدام حادثه خواسته شده است. ما می‌خواهیم که آنان بدانند که ما تنها برای بسته کردن دست ها همه اینجا نمی آییم. ما اینجا می آییم تا نظارت کنیم. ما اینجا آییم تا بشنویم. شاید باور نکنید، اما بعضی از کودکان این گونه تصور نمی کنند. این دومین سال است که کیابووی به این آموزشگاه می آید. فکر می کنم این نظریه بسیار عالی است که افسران با کودکان ارتباط داشته باشند و در مورد کار خود به آنها معلومات دهند تا ما بدانیم که آنها از ما حفاظت می کنند و تا چی حد آنها به وظیفه خود علاقه مندند.
This also helps the horses get the exercise. کودکانی که در این آموزشگاه حضور دارند، افسران اسب سوار را تماشا می کنند که اسبهای خود را تمرین می دهند و بعداً حتی کودکان بر اسب سوار می شوند. An officer is going to have complete control of the horse. دانش آموزان در مورد تحقیق در ساحه جرم نیز آموختند. It was really fun. I really liked how we got to see the horses up close. چرا که ما توانستیم از نزدیک ببینیم. For regular camps, we usually don't get to do that kind of stuff. معمولاً بر کودکان این فرصت داده نمی‌شود. و همچنان در مورد پیوستن به باندها. Right? Before we really get into things, let's identify what a gang is. نیکولاس ویلر میگوید که آمدن به این آموزشگاه علاقه او را بیشتر ساخت تا در آینده یک پلیس شود. This is my third year here. So every year it's making سومین سالم است اینجا. هر سال آمدن به اینجا مرا بیشتر تشویق میکند که افسر پلیس شوم و به همین دلیل این آموزشگاه را دوست دارم. برای لکی شرابنسن هر دانش آموزی که دوباره به آموزشگاه می آید نشانه ای از موفقیت کاپس کمپ است. And even now we have so many حتی در حال حاضر ما دانش آموزانی داریم که هر سال می آیند و من این کار را دوست دارم. این کار احساس خوبی برایم می دهد و برایم ثابت می سازد که من تغییر را ایجاد می کنم. آیسلند شمالی اتلانتیک به سمندر که شمالی خود به سندک پروت یا کوچنی هیواد دی چه دیر قوی بادونت که چلیدی. دیده هیواد طبیعی خلا و پاره دی واشنگتن دی سمیتسونین دی طبیعی تاریخ که موزیان که یا نندرکین کلارا چه بشوید. تا دیاره داری پروت رو بوره. ده تجربه لرون که عکاس فیدرو فیکارن لخوا پخصل شو و اکسونو که آیسلند لیوبل کهکشان سخه راغلی دی ویلر پرتی کوری پشان خکاری. Iceland is a really active place. دزمکه پیژندل له پلاولا آیسلند یو ډیر فعال ځای دی. دا چې تاسو تصور کوی هغه جیولوژیکی جوړښت چې کلونه وخت نیسی په کم وخت یا څو هفتو کې پکې تر سره کیږي. د آیسلند ریویلد یا آیسلند څرګند شو په نامه د اکسونو ټولګه د طبیعت د هغه زور کیسه کوي چې زمکه ته بدلون ورکړ. تاسو دغه پروسه د حرکت په حال کې ویني او بیا ګوري چې اورغورځون کې غرونه فعالیږي او نوې ځمکه جوړوي. بیا ګوري چې خلک پکې ځای په ځای کیږي، کوم بوټي پکې راشنه کیږي. تاسو وینئ چې د کنګل لویې ټوټې ولې کیږي او کله چې هغه له منځه ځي کوم شیان ښکاره کیږي. په عکسونو کې د کنګل لویې ټوټې، د بخار مخرجونه او هغه تیږي چې د ځمکې د تودوخې له امله یې آسماني رنګ غوره کړی لیدل کیږي. همدارنګه د شمال قطب رڼا او اورشیندونکي غرونه. Such a primordial scene. Coming into the scene, there was a huge. دیر ایوا نادر صحنه و د پراخ یو خلاص فضا د پاسه د ګرد یو لوی صفخ پره و او په بک گراوند کې اورشید نور کې لیدل کیږي چې اورشید. خود عکسونه ډیر ښایسته دي. I tried to capture something that is evocative. ما هڅه وکړه داسې عکسونه واخلم چې له هیجان څخه ډک وي، داسې یو څه چې د انسان له روح سره اړخ ولګوي. نندارې ته ایښودل شویو آثارو د کتونکو ټول پام ځان ته ورجلب کړ. روښانه رنګونه او د ځمکې جوړښت بیخي طبیعي او قدیمي ښکاري. So natural and ancient. It's beautiful. It's kind of transforming my understanding about Iceland. I studied the Iceland په اړه یې زما درک بدل کړ. د طبیعي ښکلا خودنه په دغو عکسونو کې بیخي فوق العاده ده. ما ته د دې الهام راکوي چې لاړ شم او دا ښایسته ځایونه له نږدې نه وګورم. د آیسلند ریویلد عکسونه د احساس د قوت ورکوي چې په هر ځای کې باید طبیعي ځایونو ساتنې ته لومړیتوب ورکړل شي. دا و دیونه کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. د خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم یادونه وکړم، موږ د خپرونې د لا ښهوالي لپاره ستاسو د وړاندیزونو او نیوکو په تمه یو. تاسو د انټرنټ له لارې تل کولی شئ زموږ خپرونې په یوټیوب، فیسبوک او د امریکا غږ په ویب پاڼو کې وګورئ او په اړه یې خپل نظر ولیکئ. هیله ده چې تل له موږ سره مل اوسئ. تر بیا، الله حافظ.